رئیس جمهور کرزی، ابراز خجالت از بدرفتاری با زندانیان. دابد شرم زایوی، دابد افسوس زایوی چه امریکا او ناتو او خارجان مو دخبل و خلق و ده حقوق و ده تقلب سخه بنکلوی او رسر پشخلو کیو بخبل ببیا دخبل و خلق و ده حقوق و تخلف. تا هفت میوه خوردن سال 2014. 2014 روزید که ما هفت میوه خوردن میریم. نخست وزیر اسرائیل و ائتلافی که به خاطر خوردن آیس کریم در خطر است. نخست وزیر اسرائیل و خانوادهش در ماه 14 کیلوگرم آیس کریم میخورند. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی میگوید در حالی که هر روز با خارجی ها بر سر بمباردمان هوایی، رفتن به روستاها و بی‌حرمتی با مردم درگیر است، نیروهای امنیتی افغان نیز در همراهی با نیروهای خارجی و گاهی به تنهایی از حقوق مردم تخلف کردند. رئیس جمهور کرزی این سخنان را پس از گزارش هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان که تایید کرد که زندانیان شکنجه می‌شوند مطرح نموده است. آقای کرزی می‌گوید که حکم داده است تا دولت افغانستان در این باره اقدامات جدی صورت دهد. رئیس جمهور کرزی همچنان با انتقاد از همکاری نظامیان خارجی به ویژه در عملیات‌های هوایی با نیروهای افغان می‌گوید پس از این هیچ نهاد نظامی در هیچ حالت در بخشی از کشور از نیروهای هوایی خارجی استفاده کردن نمی‌تواند. آقای کرزی می‌گوید که همسایه‌های افغانستان نمی‌خواهند که این کشور دارای ارتش نیرومند باشد، اما با این همه رئیس جمهور تأکید می‌کند که سال 2014 بهار است که می‌آید و روزی است که هفت میوه خوردن می‌رویم. ملل متحد راپور نشر کی چه در افغانستان په بندیخانو کې شکنجه کیږي، د افغانستان په توقیفخانو کې شکنجه کیږي. لس کاله زه په دې مصروف یم چې د افغانستان د خلکو بشري حقوق محفوظ سي، او د امریکې او د دنیا سره مې پر دې ټکر کړی دی. دا به د شرم ځای وي، دا به د افسوس ځای وي چې امریکا او ناتو او خارجان مو د خپلو خلکو د حقوق او د تقلب څخه بنکلوي او ورسره په شخړو کې یو، خو په خپله به بیا د خپلو خلکو د حقوقو تخلف کړو. خو پردې ته به وایو چې مه کوه او په خپله به خپل خلک ازاروو. 2014 و 2014 کې نامیږن ای بهار نوروز است برای ما که مه 2014 روزی که ما هفت میوه خوردن میریم. بهار ماست. عباس نویان عضو حزب حق و عدالت برای بحث بیشتر با ما هستند. همچنان آقای مولانا فرید عضو ائتلاف ملی هم به این بحث خواهند پیوست. آقای نویان خیلی خوش آمدید. سلام. این که رئیس جمهور میگه جای شرم و جای افسوس است که نیروهای افغان دست به بدرفتاری زدن، چی میتونه معنا داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم در مجموع سخنرانی جناب رئیس جمهور در چنین در مقابل نیروهای امنیتی کشور و نیروهایی که هر روز شبشان در جنگ سپری میشه، در جنگ ناخواسته که بالای مردم ما تحمیل شده و اینا قربانی های زیاد میتن، فکر کنم که مورد طعنه زدن با این نیروهای امنیتی را نداره. نیروهای امنیتی شجاع و دلیر ما که از وجب وجب خاک از وطن دفاع میکنن و در مقابل چالش های بزرگی که نه تنها از طرف دشمنان از وطن بالا از اینا تحمیل میشه، بلکه در مقابل چالش هایی که در مقابل فساد اداری که در دستگاه دولتی افغانستان وجود داره اینا هنوز هم تحمل میکنن و صبر و شکیبایی و با نگرفتن معاش به ماها هنوز هم در جبهات گرم اونا استاد میشن و در مقابل دشمن از این وطن دفاع میکنن. فکر نکنم که جای چنین طعنه زدن داشته باشه و معلومدار که شکنجه دادن زندانیا که بارها از طرف وزارت امنیت و وزارت داخله رد شده و معلوم دار که شکنجه دادن چی از طرف خارجی ها باشه، چی از طرف
داخلی ها باشه، این کاملا خلاف موازین حقوق بشری مردم است و فکر کنم از طرف هر مغز آگاه این مردود است. پیشتر از این رئیس جمهور و تیمش دولت افغانستان اینا نمیپذیرفتند که شکنجه از سوی نیروهای افغان صورت گرفته باشه، ولی حالا به صراحت خود رئیس جمهور میآید میپذیره این مسئله را. ای که معلوم دار همیشه تناقض نشان نمیده که یک ضعف جدی وجود داره در این که این نیروها بدرفتاری کردن با کسانی که بازداشت میشن. تناقض گویی ها متاسفانه در سخنگویان و دولت مردان ما با وافر وجود داره، چی از جناب رئیس جمهور چی از وزرایشان، در حالی که مثلا یک وزیر صاحب کابینه یک کس را به فساد متهم میکنه که او مربوط یک وزارت دیگه است، او وزارت دیگه را رد میکنه. در بین خود کابینه، در بین خود تیم حکومتی، تیم حاکم متاسفانه بگویم یک هماهنگی و هم نظری و هم سویی وجود نداره. و چنین است در قسمت شکنجه دادن زندانی ها هم که چند وقت پیش نمیپذیرفتند، امروز میپذیرند، فردا باز اگر در مقابل اگر ایره یک نهاد حقیقتیاب خارجی این موضوع رو مطرح کنه، بازم با خارجی ستیزی که حال در بعض جاها موت شده ممکن است باز هم در مقابل از اینا قرار بگیرن، باز هم اونا رد بکنن و صرف با رد کردن گفتن دو کلمه رد میکنن و نه ای که با مصداق باشه، با سند باشه. و متاسفانه که چنین تناقض‌گویی های وجود داره و مردم میره بارها و بارها شنیده. آقای فرید خیلی خوش آمدین. رئیس جمهور امروز تاکید کردن که پیش از این با خارجی ها درگیر بوده در این مسئله که غیر کسانی که بازداشت میشن شکنجه نشن، ولی امروز خود نیروهای افغان رئیس جمهور اعتراف میکنه که جای شرم و جای افسوس است که اینها دست به چنین کاری زدن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم، بازم ما یک موضوع تاکید می دارم که ما به نمایندگی از هیچ نهاد سیاسی صحبت نمی کنم، هرچی که در میز مطرح می شه نقطه نظرات شخصی است. ببینید یک مسئله ای که بسیار واضح هست، برخورد حکومت افغانستان با همچی قضایایی که از طرف مؤسسات بین المللی مطرح می شود یک برخورد گزینشی است. به این معنا که در این راپور سازمان ملل آمده بود که قوای ناتو باعث کشته شدن اطفال هم در عملیات های خود شدین، اما حکومت افغانستان 100% این گزارش را تایید کرد. اما زمانی که به ارتباط حکومت افغانستان شکنجه در زندان ها و ترویج فرهنگ رشوه، بین رفتن آمار مواد مخدر، این مسائل گذشته، امروز رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد و اعتراف کرد که چنین شکنجه با توجه به گزارش هیئت حقیقت‌یاب وجود داره و از سوی خود افغان‌ها، خود نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته و گفت که این جای شرم و جای خجالت هست. اما ببینین که ما جالب هیئت حقیقت‌یاب هم میدانم گپای رئیس جمهور به این صراحت مسئولیت شکنجه را در زندان اگر به دوش گرفته باشد، ما اینجا به سه نوع صحبت به ارتباط قضیه برمیخوریم. یک صحبت هیئت حقیقت‌یاب است، گفتند که شکنجه بوده اما سیستماتیک نبوده و شکنجه هم در وقت بازداشت و بازجویی بوده، اما بعد از او شکنجه وجود نداشته. دفتر ریاست جمهوری قبل از این که هیئت حقیقت‌یاب برود کاملا شکنجه را انکار کردند، اما رئیس جمهور میگوید شکنجه جریان داشته و شرم است. پس بنابراین این ملت سردرگم است که گپ کی را قبول بکنند. بنابراین باید اینطور گفته شود که فقط رئیس جمهور ما، تیم همراهش، هیئت حقیقت‌یابش تماما عمر خود از ظرف 12 سال در یک تناقض‌گویی و سردرگمی مردم سپری کردین و هیچ وقت به خورد مردم حقیقت نگفتین. حقیقت در بین این سه اظهار کاملا گنگ و مبهم است. ولی آل عرف آخر را میتونه رئیس جمهور گفته باشه که گفتن که
اقدامات جدی را برای نهادهای مسئول گفتن که باید اجرا شود در این زمینه. ما با ارتباط حرف رئیس جمهورم باید یک 24 ساعت انتظار بکشیم، چون رئیس جمهور ما در هر ساعت نظرش تغییر میکند. میشه که بعد از 24 ساعت یک سخنگویش بگوید که هدف رئیس جمهور آقای کرزی در او وقت در حالت احساسات بوده نگه پا قبول کردین، اما هدفشان این نبوده است و این برداشت غلط رسانه هاست که خلاف هیئت حقیقتیاب یک گپ نسبت به رئیس جمهور اتهام میبندند. بنان تا زمانی که 24 ساعت نگذشته بالای گپای رئیس جمهور هیچ وقت 100% اعتماد نداشته باشید که او تغییر نمیخورد. آقای نویان، مسئله دیگری را که رئیس جمهور مطرح کرد توقف کمک گرفتن نیروهای هوایی از ناتو و نیروهای خارجی است. گفت پس از این رئیس جمهور گفت که امروز اعلام میکنم که هیچ نهاد نظامی در هیچ حالت در بخشای از کشور از نیروی هوایی خارجی ها استفاده کردن نمیتواند. فکر نمیکنین که این دست نیروهای امنیتی افغان را که خودشان نیروهای هوایی ندارند ببندند؟ یه اعتراض جناب رئیس جمهور از تلفات غیر نظامی ها در قرا و قصبات افغانستان و برای دفاع از اونها یک گپ زده که فکر کنم که اگر تا حال آمار و ارقامی که وجود داره خود مخالفین دولت یا بگوین تروریست ها در قرا و قصبات انسان ها را سپر می سازن و تعداد زیاد تلفاتی که وجود داره از طرف از اون مخالفان مسلح یا از اون تروریست ها هست نسبت به اینکه قوای هوایی خارجی باشه یا قوای امنیتی افغانستان باشه. ولی در اینجا تا حالی که ما قوای هوایی نداریم، دیروز یا پریروز بود آقای وردک رئیس قماندان قوای هوایی گفت که ما چند تا هلیکوپتر داریم و قوای هوایی مجهز نداریم، در جنگ با طالبا که در تابستان آینده ممکن است یا در بهار آینده شروع شوه یا شدت پیدا بکنه، ما متاسفانه از قوای هوایی درست برخوردار نیستیم که ما دفاع بکنیم. ولی در حالی که فعلا جناب رئیس جمهور میگه که قوای هوایی باید کمک نخواهند از قوای هوایی کشورهای خارجی که در اینجا وجود دارن، در حالی که فضای خارجی ما در دست قوای ناتو هست، در حالی که در هر محاربه و دیگه مثلا در یک حالت کمین میاد دیگه می معلوم دار که قوای امنیتی ما ضرورت داره به قوای هوایی تا اینا رو چیز بکنن، اینا رو بالایشون حمله بکنن یا دیگه بکنن که اینا از چیز بره. ولی در اینجا یک باز هم تناقضگویی وجود داره که اگر جناب رئیس جمهور از خارجی ها اوقدر بد میبرن یا از امکاناتی که اونا در اختیار قوای امنیتی افغانستان یا در اختیار دولت افغانستان قرار میده بد میبرن، پس چرا خودشان از طیارهای خارجی برای مسافرت این طرف آن طرف استفاده میکنن؟ چرا خودشان از مشاوران نظامی و دیگه که وجود داره چرا خودشان استفاده میکنن؟ من فکر میکنم که قوای امنیتی ما در حالی که رشد است و این قوای امنیتی ضرورت داره به قوای هوایی، متاسفانه در او جنگ گوریلایی یا جنگ چریکی هست. در این جنگ چریکی هیچ کس گفته نمید جنگ جبهه‌ای که این تروریست ها بس کردن و در جنگ جبهه‌ای شکست خوردن، حالا میمونه جنگ گوریلایی یا جنگ چریکی. در اونجا ما ضرورت داریم به قوای هوایی مجهز که از قوای امنیتی ما در موارد مشخص دفاع بکنن. ولی متاسفانه که جناب رئیس جمهور باز هم متاسفانه به تناقضگویی گرفتار شدن. در این قسمت هم که این حق قوای امنیتی است که در دفاع از خود باید از این قوای هوایی خود ما داشته باشیم یا یکی از قوای هوایی که خارجی هایی که در اینجا حضور دارن و برای کمک به قوای امنیتی ما و برای کمک به مردم افغانستان در اینجا آمدن از این قوا استفاده بکنه کمک بگیرن. آقای فرید، زمانی که خود نیروهای امنیتی افغان، باز این سوال را میخوام از شما هم مطرح بکنم که خودشان نیروی هوایی ندارند و کمک میگیرن از نیروهای ناتو، حالا رئیس جمهور این نیروها را این کمک خواستن هم متوقف کرد، این وضعیت جنگ چگونه خواهد شد؟ رئیس جمهور افغانستان همیشه زمانی که در برابر مسئولیت های قانونیشان نسبت به ملت عقب مانده، نتونستین مسئولیت های خود درست انجام بدن،
فقط دست به فرا افغانی میزنند و توری توتیه را مطرح میکنند. به این معنا که میخواهند یک در ناکامی ها و یک در ناسازگاری های خود و قسمت از ادا نکردن مسئولیت هایش در بحران های دیگری که نسبت به خارجی ها انتصاب میکنند و ارتباط میتن بپوشانند. ببینین ما آیا شاید مردم افغانستان این فکر بکنن که رئیس جمهوری افغانستان بسیار دلشان به این ملت میسوزد به خاطر که نیروهای خارجی در کنر بمباردمان کردین، 10 نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندین. ما به حال او وطندارایی که شهید شدین تسلیت میگویم، به خانوادهشان صبر جمیل میخوام، اما از حکومت افغانستان اگر واقعا دلش به مردم افغانستان میسوزد آرزو میکنم که تا مطبوعاتی ساختن قضیه با نیروهای خارجی روی چگونگی برای اندازی عملیاتی که در او طرفات ملکی نباشد بحث های مفصل تکنیکی نظامی امنیتی داشته باشند. فکر میکنید این کار را نکردن؟ آقای فرید، رئیس جمهور میگه که از ظرف سالهای گذشته این مسائل خیلی برش جدی مطرح بودن. فقط زمان قضایای ما یک موضوع را براتان میگم. اگر رئیس جمهوری افغانستان راست میگه که به خاطر کشته شدن اتباع کشورش دلش می سوزد، در عین ولایت در کنر 1 سال میشه پاکستانی مردم کنر را می کشد، اما چرا رئیس جمهور یک بار نام پاکستان نمی گیرد که چرا مردم ما را می کشد؟ چرا؟ به خاطر از اینکه در با پاکستان در معامله است. خون مردم افغانستان ارزش معامله آقای کرزی ندارد، بنابراین نمی خواهد پاکستان خفه شود. چرا؟ آقای کرزی به یک نتیجه رسید است، دیگر غربی ها، امریکایی ها، ائتلاف بین المللی من حیث یک شخصیتی که توانسته باشد آقای کرزی مسئولیت های خود درست انجام داده باشد حساب نمی کنند. بنابراین آقای کرزی از رفاقت و همکاری و همیاریشان بیرون شده است به خاطر یک شریک لایق در انجام مسئولیت با غرب با ناتو نبوده است، فعلا به پاکستان پناه میبرد. هر قدر که پاکستان میکشد، حتی آقای کرزی حاضر نیست که والیش میگه بمبارد میشه او بمبارد بپذیرد. یک موضوع دیگر هم که جناب نویان صاحب گفتن من تایید میکنم، امروز نیروهای تروریسم، نیروهای وحشی تروریسم که از او به نام طالب بیاد میشد، از اتباع افغانستان، اتباع غیر نظامی افغانستان من حیث سپر استفاده میکنند. اما میزیبید در کنار محکومیت نیروهای بین المللی نسبت بمباردمانشون یک بار میگفت که او ترورستا اگر شما دلتان به حال ملت میسوزد اتباع غیر اتباع ملکی افغانستان من حیث سپر استفاده میکنند تا تلفات رخ ندهد. بنان این قضاوت آقای کرزی ریشه در یک چیز دارد که آقای کرزی زمان عضو تحریک طالبان بود، او ریشه در وجود از او اما از لحاظ تباری وجود دارد، اما از لحاظ همفکری با طالبا. بنابراین یگانه رئیس جمهوری که طالب تا امروز قوت داده است نه ناتو نه مردم افغانستان، فقط رئیس جمهور است. آقای نویان، زمانی که رئیس جمهور میگه امروز هم مردم در روستاها احساس مسئولیت نمی کنند و تخلف از حقوق بشری جریان دارد، متوجه کی است؟ آقای رئیس جمهور فرد اول کشور هست، این سخنان میتونه متوجه کی باشه و از کی گلایه داره؟ من فکر میکنم که زیادتر به خود جناب رئیس ارتباط میگیره، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از اشخاص و افرادی که در قرا و قصبات زندگی میکنن حتی برای بعض قضایای عدلی و قضایی که برای اونا پیش میشه، بعض جنجال های قضایی که پیش میشه اونا به طالبا مراجعه میکنن، به خاطر از اینکه متاسفانه دوائر دولتی که در اونجا هست ناکام است یا دوائر دولتی که در اونجا هستن به شکلی از اشکال یک طرف میگیرن و تعداد زیادی که امروز به شکل مخالف، به شکل منتقد و به شکل چیزایی که وجود دارند در داخل افغانستان زیادتر از عملکرد خود حکومت است. ما یک حکومتداری خوب متاسفانه نداریم و عدم رئیس جمهور هم گلایه میکنم، تحلیلگران هم گلایه میکنن، احزاب مثل حزب شما، گروه های اپوزیسیونی هم گلایه میکنن، از کی؟ حالا رئیس جمهور میخواد این گلایه را به کجا ببره؟ ما گلایه نمیکنیم از گلایه کردن از چنین تیم فکر کنم یک مقدار بیجاست. ما فقط حقایق آنچه که خبر داریم با جناب رئیس جمهور گله میکنه. رئیس جمهور ممکن است خود گله کنه دیگه، از کی گله میکنه؟ خود کردن نه در دست نه درمان.
فکر میکنین که میشه از خود گله کرد؟ خودشان میدانن کارشان، او را از سخنگوش پرسان کنین یا از کسی دیگه. ولی آنچه که ناظر بر حوزه هستین و آنچه که ما میگیم همه قرار تشخیص دادیم که جناب رئیس جمهور بالای خود ریزه میکنن، مثلا امی بالای حکومت خود، بالای عملکرد خودشان، اونا خودشان انتقاد میکنن. ما احزاب سیاسی یا تحلیلگرایی که وجود دارن، اونا یک مقدار حقایق به مردم میگن که امیدوار هستم که مردم ما با دانستن از حقایق یک مقدار توجه بکنن. سپاسگزارم. با آقای فرید کوتا اگر بفرمایین که رئیس جمهور در باب 2014 میگه نگرانی هایی که در باب سال 2014 مطرح میشه تاکتیکی است و در این سال رئیس جمهور میگه که به هفت میوه خوردن خواهد رفت. بسیار گپ خوب یاد کردین که رئیس جمهور پیشتر گفتن که ما در سال 2014 هفت میوه میخوریم. معنای هفت میوه خوردن است که هفت میوه را معمولا مردم افغانستان در جشنهای سنتی و محافل خوشی خود میخورن. گویا هیچ غم همی ندارن، کاملا سر وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فامیل خود حاکم هستن، بنان هفت میوه میخورن. اما ببینین رئیس جمهور در یک مجلس دو گپ میزنه. بله این درست است که آقای رئیس جمهور هفت میوه را با میرویس جان در نمبر یک میخورن، با پولی که اندوختن میخورن، با ارتباطی که با پاکستان دارن میخورن، اما خودشان میگن که مردم افغانستان از حقوق بشری در قریه و قصبات رنج میبرن. در یک مجلس دو گپ. آیا این هفت میوه را مردم هم میخورن یا تنها رئیس جمهور میخوره؟ بنان من یک گپ براتون میزنم. امی رئیس جمهور ما هیچ هفت میوه را نخوره، با مردم بسیار لاف گزاف کلان نگویه و نگویه که ما میتونیم بعد از 2014 تمام مسئولیت ها را به دوش بگیریم. یک بار یک نفر صاحب منصب خود بادریشی از چند کیلومتری ولایت میدان وردک دیگ دی پایین کنن، باز دو وقت رئیس جمهور هفت میوه هم بخوره نوش جانش. بنان خواهش میکنم که با چشم مردمی رئیس جمهور بیش از این بیشتر خاک نزنند. سپاسگزارم. مولانا فرید، عضو ائتلاف ملی و تحلیلگر مسائل سیاسی، و عباس نویان، حزب حق و عدالت، از حضور هر دوی شما ممنونم. عمر اکرم، نخستین آهنگساز افغان، هفته گذشته برنده جایزه معتبر گرمی شد. آلبوم پژواک‌های عشق عمر اکرم، آهنگساز افغان مقیم آمریکا، جایزه نسل جدید جایزه گرمی را امسال ربود. عمر اکرم که 48 سال دارد در آمریکا زندگی می‌کند و موسیقی را از 6 سالگی و با نواختن پیانو آغاز نموده است. عمر اکرم آهنگساز افغان آمریکایی در 55مین مراسم اهدای جوایز گرمی این جایزه را به دست آورد. ما هم امروز موفق شدیم تا آقای اکرم را با خود داشته باشیم. آقای اکرم خیلی خوش آمدین. بسیار تشکر از دعوتتان به پروگرام مقبولتان امروز. سپاسگزارم. آقای اکرم میشه در ابتدا بگوین چگونه به این جایزه معتبر گرمی رسیدین تا این جای کار؟ بله، اصلا گرمی اوارد امریکا یک جایزه بسیار عالی و بسیار بلند دنیاست از نگاه موسیقی، و ایره اصلا چندین هزار سیدی از تمام دنیا یک جای به امریکا روان میکنن و یک گروپ است که ایره انتخاب میکنه. از این هزار سیدی 70 انتخاب شد و بعد از او 6 دانی از او نامنیت شد و بالاخره سیدی مر انتخاب کردن که جایزه اول گرفت. بله آقای اکرم، از آیا تا هنوز افغانستان آمدین و اینجا کار هنری داشتید؟ ما افغانستان که آمده بودم سنم بسیار خرد بود. ما اصلا در امریکا تولد شدیم. پدرم در ملل متحد نیویورک کار میکرد و بعد از او چند سال در افغانستان زندگی کردیم که بسیار سن خرد داشتم و بعد از او افغانستان نامدیم. اما بسیار آرزویم است که افغانستان بیایم و موسیقی خود تقدیم کنم برای هموطنان گرامیم. علت این که زیاد در درون افغانستان شناخته شده نیستین و اینجا با
مردم رابطه ندارین، چه است آقای اکرم آل از دید خود شما؟ ما زیاد براتون بگویم که موسیقی ما در امریکا یعنی پخش شده و همی سبک که دارم زیادتر سبک غربی بوده و ما آلت چه سعی نمی فهمم، یعنی تال به افغانستان ما زیاد اصلا نامدیم، اما بسیار آرزویم از افغانستان و موسیقی خود تقدیم بکنم. آله، برای این که رابطه برقرار بکنی با شنونده هایی که اینجا در افغانستان داری، برای وطندارا و هموطنات چه برنامه داری آقای اکرم؟ چگونه میتونی این رابطی را که حالا گسسته و وجود نداره میان خودت و شنونده هایی که در افغانستان است این ایجاد بکنی و معتبرترین جایزه که دست یافتی در جهان؟ من میخوایم که افغانستان بیم و کنسرت بتم و میخوایم که قسمی که براتون گفتم میخوایم موسیقی خود بر هموطنانم تقدیم بکنم. تا حالی سرش از این فکر میکنم، اگر بخیر اگر زمینه میسر شوه مالندار افغانستان میم و کنسرت میخوایم بتم. آیا رابطی هم داری با هنرمندای از افغانستان که حالا در آمریکا زندگی میکنن و جاهای دیگه؟ کم و بیش رابطه دارم، بله. منتها ما براتون گفتم که موسیقی که من میسازم سبکش یک زرگک فرق داره، همکاری زیاد کته هنرمندای افغانی در امریکا زیاد نکردیم، اما انشالله که در آینده شاید بکنم. حالا برخی ها تا تردید و شک مطرح کردن که خودت از افغانستان اصلا باشی، دیدگاه خودت چه است؟ چرا این گونه تردید ها مطرح شده در مورد خودت؟ نفهمیدم، شما گفتین که من از افغانستان هستم، من نفهمیدم. برخی سایت های اینترنتی نوشته بودن در مورد ای که خودت از افغانستان باشی، در این مورد شک کرده بودن. و چیزی که در اینترنت نوشته کردن ما سعی نمی فهم، از خاطر که بخیلم که در امریکا تولد شدیم، بله. بسیاری کسا یعنی دسا بکراوند ما سعی نفهمیدن، اما در هر پروگرام و در هر جایی که رفتیم مالمدار اردوی پدر و مادرم افغانیستان و در هر جایی که رفتیم همیشه اولین چیزی که گفتیم که ما اصلا در امریکا تولد شدیم اما ما افغان هستم. اما چیزی که در اینترنت نوشته کردن ما سعی نمی فهم، خودتان می فهمین که بسیاری چیز هست که نوشته می کنن و آدم نمی فهمه که چرا. بله. آقای اکرم، در حال حاضر روی چه برنامه هنری کار میکنید؟ آلبوم پژواک های عشق که حالا جایزه گرمی هم را بود، در حال حاضر روی چه آلبوم کار میکنید؟ فعلا سر آلبوم نو خود کار میکنم که انشالله بخیر تا ماه آگست هم امسال میبرایه و در این حال کنسرت ها چندین کنسرت هایی را که تهیه کردیم در ما خودم در لس آنجلس زندگی میکنم. بله، سپاسگزار. عمر اکرم، آهنگساز افغان و برنده جایزه گرمی بود که از ایالات متحده با ما صحبت میکرد. و رسانه های اسرائیلی فاش نمودند که بنیامین نتانیاهو در حالی که در تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی به منظور تصویب بودجه ریاضت آمیز اقتصادی است، حدود 1750 پوند را صرف خوردن آیس کریم مورد علاقهش کرده. با گزارش روزنامه گاردین، افشای گزارش در مورد اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیش از 1700 پوند را صرف ارضای میل شدید خود به آیس کریم خوردن کرده، باعث موجی در رسانه‌های این رژیم شده و فرصتی را برای مخالفان سیاسیش فراهم کرده. حساب‌های خانوادگی نتانیاهو نشان می‌دهد وی در سال 2012 معادل 10000 شگل حدود 1750 پوند را صرف خرید آیس کریم کرده که توسط کارکنان تحت امرش از فروشگاهی در بیت المقدس خریده شدند. یک روزنامه اقتصادی اسرائیلی به نام کالکالیست این گزارش را منتشر کرده و عنوان داشته که این بودجه در هر ماه 14 کیلوگرم آیس کریم را برای رهبر اسرائیل و خانواده‌اش تامین کرده است. آیس کریم های مورد علاقه نتانیاهو وانیلی و پسته هستند. این افشاگری در زمان ناگواری برای نتانیاهو انجام می شود، چرا که وی در تلاش است تا دولت ائتلافی گسترده ای را برای تصویب یک بودجه ریاضت آمیز پرمناقشه که فشارها را بر معلمان، کارگران و افسران پلیس افزایش می دهد تصویب کند. شیلی یاچوموویچ رهبر حزب کارگر اسرائیل و مخالف سیاسی نتانیاهو عکسی تمسخرآمیز و دستکاری شده از نتانیاهو با یک آیس کریم در دست منتشر کرده که جمله معروف منتسب به ماری آنتوانت را به گونه دیگر میگوید: اگر مردم نان ندارید، خب آیس کریم بخورید. سپاسگزارم از همراهی شما تا حالا. خدا نگهدارتان.